شب شد نمیای بخوابی؟ نه شامتو دوست داشتی؟ نه دوست نداشتم، مثل همیشه بدمزه بود. براستی امروز شاهین زنگ زد، دعواشون شده، دوباره میخوان طلاق بگیرن. اینا تحمل هیچ رو تو زندگی ندارن، تا تقی به توقی میشه میگن طلاق. من نمیدونم، مگه ما زندگی نکردیم؟ مثلا از یه ادا اصولا داشتیم، نداشتیم دیگه. نه بابا، اینا اهل هیچی نیستن، فقط دنبال بهونن، ولش کن. اینو نگفتم، مامانت امروز اومد اینجا. دستشو گذاشته بود یه بند رو زنگ، منم وا نمیکردم، شده بود عینه هم مجسمه ابوالهول. من چیکار کردم؟ از تو آیفون ازش فیلم گرفتم، یه راست گذاشتم یوتیوب. خیلی شاکی شد نه؟ یه بند پشت میداد. برادر جنابالی امروز به من زنگ زد بیچارم کرد. برای چی؟ دیهشو میخواد طفلی. با من بهت گفتم اون دماغشو بگیری جون ازش در میره، زدی دستو از سه نقطه شکستی. خب معلومه دیگه، اصلا باید دختر میشد، نمیدونم چی شد پسر شد. منم همینو بهش میگم، میگم باید اسمتو میذاشتن سیمین، بهش بر میخوره. ولی بعد زدیشا. خب من اعصاب نداشتم دیگه، دستمو بردم بالا چشمو بستم آوردم پایین، نفهمیدم چی شد. آن گفتی اعصاب ندارم، تو کتتو گشتم که بدم خوشرویی، تو جیب کتتون پایپ شیشه بود. تو دوباره شیشه میکشی؟ آره شیشه میکشم. نکشم چی بکشم؟ اعصاب ندارم که، حالم بده. بابا این همه مواد مخدر، یه چیزی بکش آروم شی. نمیدونم چرا اینو میکشی، حالا حالت چرا بده؟ خب فردا باید مهریه تو بدم، وقت دادگاه دارم، پول ندارم.
خاک تو سرت، نتونستی جور کنی؟ نه، زنگ زدم وکیلت، وقت بگیرم، بهم وقت نداد. میگم مامانت یه ذره پول نداره بهم قرض بده مهریه تو بدم؟ داره، ولی باهات لج از سر پارسال که زدی بابامو کشتی چش نداره ببینت، دیگه بهت پول نمیده. میگم مامانت هم خیلی عقده ایه ها، تریپش قدیمیه، اولد فشن. خوب چه میدونم، اومدیم یه شام دستپخت تو رو بخوریم که دوست نداشتم، گفتم یه دقیقه بشینم یه نقاشی بکشم قضا من. ولش کن، بیا برو بگیر بخواب، فردا 8 صبح وقت دادگاه داری برای مهریه من. خیلی خوب میخوابم، بیدار میشم 8 صبح دیگه. خیلی خوب، آن تا 10 میرسی خودتو کلانتری معرفی کنی؟ کلانتری برای چی؟ بابا سر پای پشیش ازت شکایت کردم. آره تا 10 خودم معرفی میکنم کلانتری باشه. بعد تا 12 میرسی فرحزاد؟ فرحزاد برای چی؟ بریم نهار بخوریم، بعد دادگاه میچسبه. آه غذای بیرون، دستپخت تو نباشه، کوف باشه. آره میام، خوش میگذره. بیا بخواب. سلام و درود. با برنامه دیگر از تلویزیون خود شما در خدمتتون هستیم. کم کم صدای نفس نفس زدن رژیم دیگه داره به گوش میرسه. خوشبختانه از کف خیابونای تهران داره فریاد داره کم کم نفسم میگیره برگرد به گوش میرسه. چند تا از روش‌های مبارزاتی است که من خدمتتون جا عرض میکنم. گفتن که از باشگاه بدنسازی چطوری میتونیم اعتراضمون نشون بدیم. شما اسکات بزنید اونجا. رژیم به هن هن میفته. به بانک ها برید، فیش نقدی پر کنید. همینجور فیش ها رو بندازید اونجا تو چاه مسترا. ایناست که رژیم رو پدرش رو در میاره. برید به سوپرمارکت ها. در خیارش رو باز کنید، توش توف کنید و درش رو ببندید. بعد میبینید که رژیم چجوری سقوط میکنه. برید به سفرخونه ها. اونجا قلیون ترکیبی سفارش بدید. دو سیب نعنا. بعد نکشید. بعد ببینید چطور رژیم به هن هن میفته. برید به طباخی، یه دونه بناگوش سفارش بدید و مثلا 9 جفت چشم، بعد هیچ کدومو نخورید، بعد ببینید چه اتفاقی میفته. فلافل فروشی ها، نخوداتون رو شب قبل توی آب نخوابونید. تماس بگیرید. بفرمایید. درود هومن خان، 3 ماه پیش گفته بودید که به نشانه اعتراض حقوقامون رو نگیریم. منم همین کارو کردم و الان 3 ماه با افتخار دارم کله جوش میخورم. هموطن من داره کله جوش میخوره. میشنم این صداشو؟ بفرمایید. بفرمایید. میگم بفرمایید. 2 ماه پیش کلیه‌مو از دست دادم. برای آزادی سرزمینم مسانم از کار افتاده. 2 ماه هم هست یبوست گرفتم. دقیقاً روش مبارزاتی همینه. تمام راه ها رو باید بست، تمام مجراها ها رو بست، تمام راه ها رو باید به بنبست کشوند. آی اوباما، آی کری، آی نکه تو کنگره نشستید، دارین توافق میکنید. خارک تو سرا، هموطن من یبوست گرفته. تماس بعدی. درود به شما. طبق توصیه 2 ماه پیش شما میرم بازار خرید میکنم، فرداش میرم پس میدم. درود به شما بانوی معترض، اسم شما چی بود؟ مهنوش. من به همراه 3 تا از دوستام جمع میشیم، دور هم غذا میپزیم و نمیخوریم. از همینجا باید شروع بشه. ولی بانوی ایرانی، تو باید جون داشته باشی مبارزه کنی. غذا تو بخور. تازه من موقع رانندگی نیم کلاجم نمیکنم. 3 بار تو چند ماه اخیر موتور سوزوندم. ای دنیا بشنوید. 5 به اضافه 1 بشنوید. بانوی ایرانی داره موتور میسوزونه. میشنوید؟ تماس بعدی. درود من به شما، خواهر شما و مادر شما. درود به تو و خواهرت و مادرت. ای بی شرف.
تماس بعدی. درود، من هیچ وقت تو رستوران غذا نمیخورم. به نظرتون این توی سقوط رژیم تأثیر داره؟ 100% بانو، رژیم از همین رستوران نرفتن ها میترسه. شما مطمئن باشید که این تأثیر داره. چیکار کنم رژیمم باهاش خراب نشه؟ قد و وزنت رو بگو. 160 سانت و 72 کیلو. خب ایراد نداره، شما فقط چند کیلو اضافه وزن داری. باید از سبزیجات بیشتر استفاده کنی. تعداد وعده ها رو باید ببریم بالا، کلسترول رو بیاریم پایین. رژیم از همین پایین اومدن کلسترول میترسه. و این رو بگم بانو، کلسترول باید در نگاه شما باشد، نه در آن چیزی که میبینید. تماس بعدی. خب مثل این که تماس دیگه ای نداری. نفهم نباشید، شعور داشته باشید. برای عشق، برای آزادی. من میرم ولی آزادی میمونه. یک راه مبارزاتی دیگر رو خدمتتون میگم. همین امشب به میادین برین و پاهاتون رو باز کنید و به هم نگاه کنید. این رژیم رو سرنگون میکنه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار. شما تو همین طبقه این؟ بله بله، ما همین همسایه باید بغلیتون هستیم. بله بله، تو ما خیلی وقت اینجا این، خیلی ساده. خدا رو شکر، راضی این که ای دیگه بالاخره باید ساخت دیگه آقا، چیکار میشه کرد؟ همه آدم ها که مثل هم نیستن، تو همسایگی باید ساخت دیگه. بله چیز شده؟ نه میگم بالاخره همه که یه تیپ نیستن توی ساختمون. البته اینا بهتون میگم اینجا توی ساختمون خدا رو شکر اکثر ساکنین تحصیل کرده و آدم حسابی هستن، ولی بالاخره یه دونه هست همسایه بین خودمون. نه از این عوضی هست، طرف بازاریه، مراعات نمی کنن دیگه. خودش خانوادش داریم تو خونه، بیرون تو راه رو سر صدا داد بیداد آخر پیش میاد دیگه. ولی همونطور که گفتم بیشتر ساکنین اینجا تحصیل کردن. حالا بین خودمون باشه، من خودم بچه‌ی کف بازار، تحصیل و محصولات هم ندارم، سیکلم. آقا بازاری داریم تا بازاری، میدونی این طرف یکی مثل شما مثلا بازاریه، مثلا حجره فرش‌فروشی داره تو بازار، حساب میکنن روش، کار رو اندازه. این عوضیه هم تو ساختمان شما هم بودن قبلیه. میگفت من بازاری هم، ولی آقا این تو راسته بازار که خیام کناری بازار هست، دست فروشی میگم، میگفت من بازاری هم عوضی. من خودم هم داداش دست فروشی میکنم تو بازار، سر ناصر خسرو بسات میکنم، در خدمت باشیم. آقا من اعتقاد دارم که اعتقاد شخصیم، شغل، تحصیلات اینا اصلا مهم نیستش که، به کسی ربطی نداره، شخصیه. منش مهمه آقا، آدم باید آداب معاشرت اجتماعی بلد باشه. میدونی این عوضی که عرض کردم برای نسبت شما تو همین ساختمون زندگی میکفه کن. دست فروشه. دست فروشه. 80 متر جاست اینجاست دیگه. 80 متر چیه دیگه؟ 7 نفر آدمو ریخته بود اینجا زندگی میکنه. 7 نفر. ما 8 نفر. 10 نفر باش. آدم باید منش داشته باشه. مرام داشته باشه. رفتار اجتماعی بلد باشه. تعداد مهم نیستش که. طرف فهمید داشت می‌نیش کار می‌کنه، خودش خانواده‌اش، شب، نصف شب، روز، وقت بی وقت، سر صدا، اصلا صدای موسیقی کل ساختمون رو بعد خیلی بده. خیلی زحمت شدم. نه بابا نه. خیلی خوشحال شدم. آقا حرفو عوض کنیم، نمیدونی الان داشتم میومدم چه ترافیکیه تو خیابون. میدونی چه ساعت تو راه بودم؟ 3 ساعت پر ماشین تو خیابون. بلا نسبت شما هر کی 4 تا گوسفند فروخته پشت اومده تهران یه ماشین خریده، نقطه زیر پاش همین میشه خیابون دیگه، پر ماشین. ما خودمون 2 سال اومدیم تهران. مزاحمت شدم تازه اومدیم به حرف گرفتم. یه سوال فقط ببخشید، شما اینجا چند کرایه میدین؟ چقدر گرفتین؟ 10 پیش 600 اجاره. خوبه؟ خوب گرفتی، خیلی خوب کاری کردی. ببین
این یارو صابونتون خیلی آدم عوضیه. دندونگرد این قبلیه که جای شما بود عوضیه، همین دست فروشه میدونی چقدر میداد؟ دو برابر شما اجاره میداد. دندونگردن دیگه، طرف نفهمه بهش اچخاف میکنن، هشت برابر ازش میگیرن. خیلی آدم عوضیه. صابخونه داداشم آقاست، خیلی آدم متینیه. ده برابر هم از این همچین آدم های عوضیه بگیره حقشه، چون ساختمونو میزنن خراب میکنن. وقتی تو گرفتم. نه بابا، در خدمت باشیم. خدمت از ماست، بایزه. باشو. دکترش خوبه؟ فوق العاده است. من چند سال دارم میام، کاملا ازش راضی هستم. ببخشید شما برای اولین بار میاد این دکتر؟ میگم یکم یواشتر ورق بزن، نفهمیدیم چی شد این عکسا. دوره دانشگاهی عکسا باش. کجا زور زدی؟ حواست به من باشه. میگم این قضیه اسمس رو میگم که الان زدی. کدوم قضیه؟ بابا همین اسمسی که الان دادی به خانم دعوات شد. خب که چی؟ میگم زیاد جدیش نگیر، چون الان اگه بخوای نازشه بکشی یه عمر باید بهش کولی بدی. بابا با راهنمایی غلط چیز زندگی مردم رو به هم ریزی. زنه دیگه، دوست داره یه موقعی ناز کنه. آقا شما کاری که الان میکنی، بلند میشی میری یه شاخه گل روز هلندی میگیری، دونه 8000 تومنه میگیری، برمیداری میری اونجا رازشو میکشی میای دیگه. آقا از ما گفتم بود قضیه رو سیف بگیر، زیاد شلش نگه. یه نکته خدمتتون عرض کنم، این پست آخری که در شبکه اجتماعی فیسبوک گذاشتید میدونی چرا اینقدر کم لایک خورده؟ آمار نشون داده بین ساعت 10 تا 11 بیشترین لایک توسط کاربران انجام میشه. بعد ساعتی پست میذاری آقا؟ البته ما قصد فضولی نداریم، ما همه خیر و صلاحتو میخوایم. بعد جسارتا موقع بازی انگری برز انجام میدادین، این زاویه 45 درجه را اگه منجنیقو درست بکشین به این سمت زاویه 45 درجه باشه، میمونای بیشتری رو میکشین. من گفتم که بعد لاستیک عقب ماشینتون هم کم باده. حالا باد زیاد مهم نیست، بیمه نامش داره مقضی میشه. آقا بیمه نامه چیه؟ این الان 2 سال سر قبر مادرش نرفته، بیمه نامه کجا بود؟ دوای دردت روغن زیتونه، روغن زیتون. ببخشید کدوم درد؟ پروستات. مگه پروستات نداشتی؟
نخور فرهاد جان، من از قند داری. یادش بخیر زمانی که قند ضرر نداشت. جوونه کجایی که یادت بخیر؟ شما جوونم بودی من از قند داشتی، یادت نیست نمیتونستی شیرین اینجات لب بزنی. ولی عوضش چون دوره همی میخوردیم تعدادمون زیاد بود، حواسمون به قند نبود. الان فقط دو نفریم هی حواسمون به قنده. دوره همی کجاست؟ از اولم همش همین دو نفر بودیم، جوجو قوقو. از اولم خب باشه، سال 44 دو نفر باز خودش خیلی بود. بعد تازه من سر کار میرفتم، وقت معاشرت نداشتم زن. سر کار کجا بود؟ شما همش دنبال کار بودیم، منم خونه تنها جوجو قوقو. خب واسه همین من بچه ها رو نمی بردم مدرسه که پیش تو بمونن، حواست پرت بچه ها باشه، احساس تنهایی نکنی. بچه نداشتیم تو چرت و پرت میگی زن، اون همه بچه دوره بر ما میلونید، اون تو حیات یادت نیست یکیشون رفته بود رو درخ، من فکر کردم توته، با دمپایی زدم جیغ کشید. چی میگی فرهاد خان؟ اونا بر بچه همسایه بودن، میمدن خونه من نگهداری میکردم، یه پولین سرما میگرفتم جیبمون باشه. راست میگی؟ یادتی؟ خب بچه به زودتر نگفت، به فکر بچه میافتادیم و اینقدر تنها نمیموندیم. اصلا لذت پیری بهشینی که بچه میامید سر میزنن سر ارس و میراث با هم دیگه دعوا میکنن. با کنون ارس و میراث؟ ارس و میراثی نداریم من و تو. نداریم چیه؟ این خونه به این بزرگی، حیات، اونم استخر. اینجا خانه سالمندانه، یادت نی؟ خانه سالمندانه؟ من از جوونی از این جوجه ها بدم می اومد. بابا من آبرو دارم، کی ما رو بردش را برد اینجا؟ خودمون اومدیم، جنابالی من شکست شدی، هرچی پول داشتیم زدیم مفاد، من شکست شدیم اومدیم خانه سالمندان. مفاد چیه زن؟ من ورزشکار بودم، سه دور قهرمان آسیا شدم، دوه بامانه. اون خانداداشت بود، این اچ خان، یادت نیست؟ ایرج بود؟ کی بود کچل برای قهوه می پوشید خوشتی بود؟ همون ایرج خان، خان داداشت. پس من کیم؟ پاش بون از اطلاعات بخش بپرس. باشه، الان میام. سر را که داری میریم مال منم بپرس. باشه، الان میام. قربونت برم جونم. بابا عزیزم جان، کجا داری میری؟ اگه میتونی منم سر رات تا یه جایی برسون. چشم، دارم میرم دنبال نازنین که با هم بریم برای خرید حلقه ازدواجمون. به 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 به، مبارک باشه پسرم، مبارک باشه. فقط جان یه نصیحتی بهت میکنم پسرم. بله بابا. تو خرید حلقه اصلا خصاصت نشون نده، هیچ وقت. منو که شما خودتون بزرگ کردی، من اصلا خسیس نیستم، گدا نیستم، من لارجم. بله میدونم لارجی، فقط میگم یه موقعی سر 10 گرم و 15 گرم و اینا خصاصت به خرج ندیا. نه من گفتم خودش هر چی میخواد بپسنده، من انتخاب کنه من میخرم. میدونی چه پسرم، من منظورم اینه که یه موقعی نازنین شاید تو رو در بایستی تو قرار بگیره یه حلقه سبک انتخاب بکنه، تو قبول نکن. من با هم تفاهم داریم، نازنین اصلا اینجوری نیست اخلاقش. میدونم ولی یه چیز دیگه ای رو میدونم. اینو میدونم که زنا همشون مثل همه، نازنین هم این اوناست. 10 گرم سبکتر براش بخری تا آخر عمرت بهت سرکوفت میزنه پسرم. دارم نگران میشم یه جورایی بابا. نگران نشو،
ده گرم سنگین تر بخر، سرکوفتم نشنو، به خاطر اون سرکوفتم کچل و عینکی نشو بذارم. حواسمو جمع میکنم. پس میدونی چه؟ یه موقعی میبینی همون خانوم، همون که قرار زنت بشه، به خاطر همون ده گرم میگه من طلاق میخوام. طلاق میگیره میره، اون وقت تو مجبوری دار و ندار پدر و مادرتو بفروشی بدی مهریه یه خانوم به خاطر همون ده گرم. خدا نیاره اون روزو، نباید این اتفاق بیفته. بله خدا نیاره اون روزو. خدا رحمت کنه پدر و مادر منو. یادته؟ ای داده بیداد، یه موقع میبینی همون پدر مادر که برات اومدن خواستگاری مجبورت میکنن با اون دختری که اونا دوست دارن ازدواج بکنی، بعد تو هم میری با اون دختر ازدواج میکنی، دختر بچه دار نمیشه، مجبورت میکنن بری پرورشگاه بچه بیاری. خب قبول میکنی ولی میگی من بچه میخوام ولی دختر میخوام. میری همه مدارک رو امضا میکنی، بچه رو میارن، بعد میبینی بچه پسره، لنده هور پسره. خب بالاخره تو هم پسره رو دوست نداری دیگه، میبری میذاریش سر راه تو خیابون، پلیس میفهمه، میاد مچتو میگیره، میگه به خاطر تعهداتی که انجام ندادی باید بری زندان. همین میشه دیگه پسرم. پسرم من مرخصی زندانم تموم شده، باید برگردم تو سلولم. منو تا جاده ساوه برسون، پایین منتظرتم، دیر نکنی. بینندگان عزیز سلام و شب بخیر. امشب برنامه ما اختصاص داره به بررسی موضوع مانور ماشین‌های لوکس و گران قیمت در سطح شهر. به همین خاطر در خدمت جناب آقای دکتر فرشید زعفرانیه، تکنسین ترخیص کالا از گمرک و مبتکر احداث هتل‌های سنگی 5 ستاره در دل کوهستان هستیم. آقای دکتر سلام. به عنوان اولین سوال می‌خواستم ازتون بپرسم که آیا وقت اون نرسیده تا قوانین سفت و سخت‌تری برای ورود این خودروهای لوکس به کشور تصویب بشه؟ بذارید قبل از هر چیز من سلام عرض کنم حضور شما و بیننده‌های محترمتون. ببینید ما اولین کاری کردیم گمرکی ماشین‌ها رو بردیم بالا. باز دوستان اومدن گمرکی پرداخت کردم برشتن ماشینشون. خب نمیشه عکس العملی به این ماجرا نشون داد؟ ما اومدیم مجدداً کاری که اینجا کردیم واردات خودرو ممنوع کردیم. ولی خب همچنان که خودرو داره وارد میشه. بله. ببینید یه مصوبه اخیراً گذروندن برای ورزشکارا. تسهیلاتی قائل شدن که ورزشکارا به خاطر اینکه تشویق بشن هر کدوم بتونن یه ماشینی بیارن. به مجردی که این اتفاق افتاد سیل ورزشکارا به طرف ما جاری شد. هزاران هزار ورزشکار برداشتن ماشین آورده. آی دکتر این تر برای ورزشکارای افتخار آفرینه. ببینیم ما تو اسلام نمیتونیم اینا رو تفکیک کنیم. ما فقط کاری که میتونستیم بکنیم عضله پشت بازو و ماهیچه شکمشون یه نگاهی میکردیم. اگه شرط داشتن بهش میگفتیم بفرم بریم. خب آقای دکتر فکر نمیکنید ضعف در اجرای قوانین باعث سرخورده شدن قشر متوسط و کم درآمد جامعه میشه؟ من نمیدونم شما کدوم ناامید دارین صحبت میکنید. الان همه از تردد ماشینای لوکس تو خیابونا خوشحالن. من خودم بارها دیدم یه ماشین لوکس رد شده طبقه متوسط به مجردی که ماشین دیگه گفته اوف. الان ما چقدر باید پذیره کنیم تا یه کارمند اونقدر به هیجان بیاد که بگه اوف؟
آی دکتر، شما با یه اوف به این نتیجه رسیدین که مثلا اونی که با پراید قسطی در سطح شهر داره مسافر کشی میکنه از دیدن ماشینای لوکس خوشحاله؟ ببینید آقای محترم، من یه موضوع خدمتتون بگم. اصلا در ذات بشری که از زیبایی لذت میبره. من امروز خودم سرا زراب خونه پشت چراغ قرمز بودم، دو تا ماشین، یه پراید یه بی ام و زد فور کنار هم دیگه پشت چراغ وایستاده. راننده بی ام و کروکی کشیده عقب داشت به راننده پراید لبخند میزد و از ماشین بی ام و همون آهنگی پخش میشد که از ماشین پراید داشت پخش میشد. میدونی چی میخون؟ میگفت سایه دست تو پیداست اون سوی شیشه در، دست من داره میلرزه از روی دستگیره در. آقای دکتر، به نظرتون این از بین رفتن اختلاف طبقاتیه این موزیک مشترک گوش کردن؟ 100%. ببین وقتی یه پولدار کروکی رو عقب میکشه، طبقه متوسط اینو میبینه، نگاش میکنه و ما بهش نشون میدیم که آقا این پولداره، عین توه، فرقی نمیکنه با تو. پولدار همون چراغ و پشتش میسته که تو میستی، پولدار همون آهنگو گوش میکنه که تو گوش میکنی، یکی هستی. پس من نتیجه میگیرم که شما موافق ورود خودروهای لوکسین. بله دقیقا همینطوره. ببینید ما یه سری مراودات جهانی داریم، مناسبات داریم که نمیتونیم کارش بکنیم. الان من به اونان رضا خدمت تو عرض میکنم، ما به کشورهایی مثل اریتره پراید صادر میکنیم، برای اونا پراید یه ماشین لوکسه. حالا اگر بیا دولت اینو ورودش ممنوع بکنه، در واقع مردم اریتره رو محروم کرده از داشتن اتومبیل لوکس، درسته؟ بله متوجه شدم. به عنوان یه سوال دیگه میخوام بپرسم که این اواخر سرعت بالای این خودروهای لوکس خیلی حادثه ساز شده، نظرتون در این باره چیه؟ بله منم با شما موافقم. یه مورد داشتیم با 180 کیلومتر که متاسفانه در این تصادف ما 4 بچه پولدار از دست دادیم. خب قبول ندارین که خیابون جای خوبی برای این مانور و ویراج دادن نیست؟ ما در این زمینه البته اومدیم با همکارامون در شهرداری مکاتبه کردیم، نامه نوشتیم و ازشون تقاضا کردیم که از این به بعد یه مقدار این سرعتگیراشون رو کلفتر کنیم. بله دستتون درد نکنه، ولی خب حوادث منجر به مرگ همچنان هست. شاعر میگی گفتمش نقاش را نقشی بزن از زندگی، با قلم نقش حبابی بر لب دریا کش. تا برنامه بعد شبتون بخیر، خدا نگهدار. جان من همه فکرامو کردم، من داشتم راه اشتباه میرفتم. چطور؟ به زور که نمیشه آدم خواننده بشه، بازیگر بشه، فوتبالیست بشه. باریکلا، دقیقا هر چیزی یه سرمایه میخواد، یه مایه میخواد، یه جنمی میخواد، جربوزهی میخواد. آفرین، همین درک و آگاهی میتونه قدم اولت باشه. بله زوری که نیست، من بی خودی وقت شما رو هم گرفتم، خیلی ببخشید، شرمندم. من باید خودم راه خودم رو پیدا کنم. درسته، کاملا. میخوام نویسنده بشم. جان خیلی با کلاسه، آدم پشت کتابشو امضا میکنه میده دست مردم. خب چرا فکر کردی نویسنده بشی؟ دیدم امضام قشنگه، گفتم حیفه در اختیار عموم نذارم، همه ببینن هر روز. آخرین چیزی که نوشتی چی بود؟ آخرین چیز آن کس که مرا روح و روان بود پدر بود،
آن کس که مرا روح و روان بود پدر بود، آن کس که مرا مونس و جان بود پدر بود. اینو شما نوشتی؟ بله قشنگه، زرین کوب بالای سر سنگ قبر نوشته. برکلا، به جز سنگ قبر جای دیگه هم چیزی نوشتی؟ بله، یه بار شماره تلفن یکی از دوستامو پشت پلکش خالکوبی کردم، خیلی خوب شده. نه منظور اینه که تا حالا چیزی ازت چاپ شده؟ بله، یه بار تو روزنامه عکسم چاپ شد که تحت تعقیبم، ولی خب خیلی کیفیت عکس بد بود، منو شناسایی نکردم متاسفانه. آخرین چیزی که خوندی چی بوده؟ آخرین چیز هفته پیش بود برای بچه ها اگه یه روز بری سفر رو خوندم که خیلی استقبال کرد و خوشش. نه نه کتاب چی؟ کتاب کتاب چی؟ کتاب چقدر خوندی؟ کتاب چه کتابی؟ هر کتابی. نه من هر کتابی، من از اوناش نیستم که هر کتابی بخونم، یهو منحرف میشم. دایره واژگانت چطوره؟ خودت سر شوخی رو با کردی نه؟ کلنگ. عزیزم چی میخوای بنویسی؟ هر چیزی که بشه پشت جلدشو امضا کرد داد دست مردم. خب برو بنویس، هر چی میخوای برو بنویس. چی بنویسم؟ هر چی بلدی بنویس. هیچی بلد نیستم. برو خاطرات زندگیت رو بنویس. کار ما همش خاطره است، کدومشو بنویسم؟ عمه داری؟ دارم چند تا. از عمت بنویس. وای چقدر شما ذهنتون خلاقه، آفرین آفرین. خودکار داری؟ آره عزیزم بیا. رفتم و به خونه احتیاج داریم، شما میتونی کمکش کنی؟ بله از چه گروه خونه داداشم؟ بله 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 پس بله. لطفا سری آماده شید. بله بله داداش فقط سالم از اون تو بیا بیرون. داداش 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 دیگه بیشتر از اینکه خون نداری ها؟ ببین تصادف شدید کرده، دستش جدا شده، نمیتونی پیوند بزنی. بله هیچ کاری نمیشه کرد. ای بابا مگه تو برادرش نیستی؟ خب یه دستتو بده بره دیگه. ای بابا راست میگی، چشم یه دست همون فده داداش. بیا بگیر داداش. داداش فقط سالم از اون تو بیا بگیر داداش. جونم به قرونه دادم. ستون فقرات از بین رفته، دستگاه گوارش کاملا نابود شده و مرگ مغزی هم شده. حالا چیکار کنیم؟ بدوزیم بره یا نه؟ میخوای برادری تو ثابت کنی؟ ندوزین، ثابت میکنم. پس آماده شو. چشم. ببینید این کبد اصلا با ما همکاری نمی... هیچ ولش کن. Thank you.
مسئله شما همین قضیه یا ازدواج را ملاحظه بفرمایید. ببینید تبدیل شده به چه مزحله بغرنج و لاینحلی در بین جوانان ما. امروز روز نگاه بکنید در تمام دنیا طرف دیده پسندیده، سالها با هم رفتند، سالها با هم همخانه بودند، سالها با همدیگر مسافرت کردند، کافی شاپ ها رفتند، الان سه تا بچه دارن، تازه میاد میشینه در یک مراسمی جلوی آن خانم آقا داماد حلقه ای در دست میگیرد، میگوید آیا با من ازدواج میکنی؟ حالا جیبون امروزی ما اینا رو نگاه میکنه. به شکر خدا همه چیزم که فراهم، ویدیو هست، ماهواره هست، اینترنت هست، همه اینها هست. جوون ایرانی هم با گوشت، پوست، خون میبیند و میشنود و فکر میکند چقدر قشنگ است و با روحیاتش عجین میشود. حالا همین روش ازدواج من خدمتتون عرض میشم که چه ایرادات و اشکالاتی دارد. ببینید زمان گذشته، زمانی که خود بنده میخواستم ازدواج بکنم، با هزار شرم و حیا و خجالت میرفتیم خدمت ابوی، میرفتیم خدمت والده سویه، با هزار سرفیه سر بود پایین میانداختیم، میگفتیم من زن میخوام. یک بار هم بیشتر نمیگفتیم، جرأت نگاه کردن بر چشمان این عزیزانمان را هم نداشتیم، فقط میگفتیم یک کلام، من زن میخوام. میرفت تا کی؟ میرفت تا زمانی که عقد انجام شده، حال پرده زنانه کشیده میشه، تازه شازده داماد متوجه میشد که با چه دختر خانمی مواجه است. من میخوام این را بدانم الان در شرایط فعلی گونه ازدواج گذشته مستحکم تر بود یا گونه ازدواج فعلی؟ آمار طلاق در گذشته بیشتر بود یا آمار طلاق در شرایط فعلی؟ حالا امروز روز میگن جوان طرف مقابلش را دیده، پسندیده، غلط کرده، دیده. کجا دیده؟ در خیابان طرف را دیده، در کافی شاپ طرف را دیده، با هم قرار گذاشتن در منزل طرف، طرف را دیده، در پارک دیده، مسافرت های مکرر بر شمال رفتن طرف را دیده، حالا به این نتیجه رسیدن که با هم میتوانند ازدواج کنند، عروسی میکنند فردای اون روز. آیا اینا تشریف میبرند محسن؟ خیر، تشریف میبرند دفتر طلاق. اینا از هم جدا میشن. چی را دیدی؟ چه کسی را دیدی؟ در چه شرایطی دیدی و پسندیدی؟ اینا همه از بد دیدن بود، خبط نگاه بود. چرا پسندیدی؟ چه چیزی را پسندیدی؟ جوان امروز ما در پشت ترافیک، از پشت شیشه خودرو دختر خانم را میبینه با هفت قلم آرایش، با عینک آفتابی اندازه شیشه جلوی خاور، با یک کلیپس به ارتفاع 75 سانت به طرف میگوید شیشه را بده پایین. من یک مسئله، یک جمله این وسط پرانتزی باز بکنم. شما اصلا میدانید گاری ها در گذشته برای چی پنجره نداشت؟ به خاطر اینکه جوان گذشته ما هیچ وقت به اون بانو نگه پنجره را بده پایین، چون اگر آن پنجره میامد پایین تا آخر باید میرفت. ولی امروز شیشه را میدن پایین، طرف همه این چیزها را با این شرایط آن خانم را میبیند. زمانی که مادر پسر دختر را میآورند خانه، دیگه در خانه دیگر نه عینک آفتابی است، نه آن هفت قلم آرایش است، نه آن 75 سانت کلیپس هست، میگه ببخشید این خانم کی بودن الان تشریف آوردن مزه؟ نمیشناسد طرف را. در ترافیک نازیلا دیده، در خانه گودزیلا تحویل گرفته. اینقدر دیده که این دیددانش در اومده، به خاطر همین آن پسندیدن هم خبط هست، آن پسند کردن هم دچار ایراد هست. من بیشتر از این اوقات شریف شما رو نمیگیرم، شما عزیزان رو
برای جلسه بعدی آماده میکنم برای همخانگی ها و دوستی ها. این دو مسئله را در جلسه آینده در خدمت شما عزیزان خواهم بود. سپاسگزارم. خدا نگهدار. درد؟ پروستات. مگه پروستات نداشتی؟
دستوارت باید برگردی. من یادم میبرم. دیدم خون برگردی. چرا میگیری جلاش بر؟ بریم. جست شو گیره دیگه رو. اونسا یه آیزه به دیگه شد. دو ماه پیش کلیه‌مو از دست دادم برای آزادی سرزمینم. مستانم از کار افتاده، دو ماه یبوست گرفتم. درود. دقیقاً مسیر همینه. مجراها رو باید بست. کلیه‌ها رو باید بست. از اینجا میشه؟ دقیقاً همینه. مجراها رو باید بست، راه ها رو باید بست، همه ی راه ها رو باید به بن‌بست رسوند. آقای اوباما، آقای کری، آقایون کنگره، شما که میدین اونجا توافق میکنید. خارج تو سرا. دقیقاً همینه. راه ها رو باید بست، راه ها رو باید به بن‌بست رسوند. مجراها رو باید بست. آقای اوباما، آقای کری، آقایونی که تو کنگره نشستین توافق میکنید. خارک تو سرا، هموطن من یبوست گرفته. از همینجا باید شروع بشه. ولی بانوی ایرانی، تو باید جون داشته باشی مبارزه کنی. غذا تو بخور. تازه من موقع رانندگی نیم کلاژ هم نمی کنم. سه بار تو چند ماه اخیر موتور سوزوندم. پنج به اضافه یک. بشنوید، بانوی ایرانی موتور سوزون. میشه از اینجا رفت؟ بریم. من فقط گیرم لوبیا پلو با گوشت چرخ کرده است، نمیتونم نخورمش. چیکار کنم رژیمم باهاش خراب نشه؟ قد و بستت رو ببخشید. من امروز خودم سرا زرابخونه پشت چراغ قرمز بودم، دو تا ماشین، یه پراید، یه بی ام وی زد فور کنار همدیگه پشت چراغ وایستاده. راننده یه بی ام وی کروکیه کشیده عقب، داشت به راننده پراید لبخند میزد و از ماشین بی ام وی همون آهنگ پخش میشد که از ماشین پراید داشت پخش میشد. میدونی چی میخونم؟ میگفت که دست تو رو من میبینم از پشت شیشه در، دستم داره میلرزه از پشت دستگیری هم در. خدا با این